خلاصه داستان سریال هرجایی قسمت 92. ریان که از فکر پدرش و میران خواب ندارد به پشت بام می رود. عمو یوسف را آنجا می بیند و او گلدان گلی را که میران برای او فرستاده بود نشان می دهد و می گوید در ظاهر خشک شده، اما اگر ریشش قوی باشد شاید با رسیدگی دوباره جوانه بزند. ریان از او در مورد گابریل جواهر ساز می پرسد و عمو یوسف هم می گوید او در روستایی با پسرش فیلیپوس زندگی می کند. بعد از رفتن یوسف ریان با میران تماس می گیرد و می خواهد که به دیدن او برود، اما میران که همانجا در پشت بام ایستاده جلوی ریان ظاهر می شود و می گوید نمی توانم بدون تو زندگی کنم و دست ریان را روی قلبش می گذارد و ادامه می دهد ما مال هم هستیم، نمی توانیم دور از هم باشیم. ریان به او می گوید تا وقتی واقعیت‌ها را برملا کنیم کنار هم خواهیم بود، بعد هر کدام به دنبال زندگی خود خواهیم رفت. سپس انگشتر نامزدی خود را که میران دست او کرده و مال مادر میران بوده نشان می دهد و می گوید باید سازنده این انگشتر را که جواهرسازی به نام اوستا گابریل است پیدا کنیم و از او بپرسیم که به سفارش چه کسی این انگشتر ساخته شده، چون این انگشتر را پدرم داده برای مادر تو بسازند. میران ناراحت می شود و می گوید پدر تو یک دروغگوست، این انگشتر به سفارش پدر من محمد اسلام بی ساخته شده. ریان که منتظر همین حرف است می گوید من هم منظورم همین است، اگر پدر من دروغ گفته باشد به زودی همه چیز را می فهمیم. و هر دو قرار می گذارند تا فردا صبح به سراغ گابریل بروند. در امارت اسلام بی عزیز چند نفر از افرادش را می فرستد تا نصف شب سراغ سلطان بروند و او را از تخت بیرون بکشند و به حیات ببرند. عزیزه به سلطان که خیلی ترسیده می گوید بهتر است از این به بعد هم دهنت را محکم ببندی و هم در اتاقت را، وگرنه با همین ماشین به تیمارستان فرستاده خواهی شد. الیف که به خاطر عذاب وجدان خوابش نمی برد از پشت بام شاهد این صحنه است و گریه می کند و بیشتر به خوی حیوانی مادر بزرگش پی می برد. سلطان وقتی به اتاقش برمی گردد به خودش قول می دهد که بالاخره انتقام خود را از عزیزه بگیرد. در امارت شاد اغلو جهان صبح به اتاق دخترش می رود و به او می گوید وقتی به دنیا آمدی چقدر من و مادرت احساس خوشبختی می کردیم، ولی حالا نمی دانم که چرا آنقدر از ما دور شدی که دیگر نمی توانیم تو را بشناسیم. یارن از جایش بلند می شود و می گوید تو و مادرم همیشه می خواستیم خودتان را در دل پدر بزرگم جا کنیم، برای همین من را به دست نسوح دادی تا تربیتم کند. او هرگز اجازه نداد برای خودم کودکی کنم، باریان بازی کنم و خوش بگذرانم. همیشه به من میگفت تو یک شاد اغلو هستی و در شأن تو نیست که باریان هم بازی شوی و من همیشه احساس تنهایی میکردم و حالا به شما میگویم من نوه نسو هستم و به همه اتان نشان خواهم داد که بدرفتاری با من چه نتیجه ای دارد. جهان با ترس و بهت به دخترش خیره میشود. یوسف پیش نسوح می رود و می گوید دیشب ریان در مورد اوستا گابریل از من پرسید. نسوح که نگران شده می گوید او سعی دارد بیگناهی پدرش را ثابت کند، باید جلویش را بگیریم. اگر حاضر از گذشته چیزی بداند من او را از دست خواهم داد. ریان و ملیکه به روستا رسیده. ریان به ملیکه می گوید من آمده ام تا دنبال سرنخهایی برای اثبات بیگناهی پدرم باشم و میخواهم با میران دنبال حقیقت بروم. میران هم از راه میرسد و هر دو به سمت خانه اوستا گابریل جواهرساز به راه میافتند. خلاصه داستان سریال هر جایی قسمت 93. میران به همراه ریان با اتومبیل به سمت روستای گابریل میراند. بالاخره بعد از چند ساعت به خانه استاد جواهرساز میرسند. دیر وقت است اما ریان در میزند. وقتی پسر گابریل فیلیپوس در را باز میکند به آنها میگوید که پدرش دارو خورده و خوابیده و تا صبح بیدار نخواهد شد.
ریان و میران مجبور می شوند در ماشین منتظر بمانند، اما باز هم حرفشان می شود و ریان به میران می گوید اگر یک بار به حرف پدرم گوش کرده بودی این اتفاق ها نمی افتاد. ما بعد از فهمیدن واقعیت از هم جدا خواهیم شد. میران با ناراحتی می گوید نمی توانی به این راحتی این حرف را بزنی. من علی‌رغم دروغ های پدرت و بلایی که سرم آورده اینجا کنارتم چون عاشقت هستم، اما تو مثل غریبه ها با من رفتار میکنی. ریان هم میگوید فکر میکنی من عذاب نمیکشم علی‌رغم اینکه پدرم را هول داده ای باز هم عاشقت هستم؟ میران فریاد میکشد که کار او نبوده و میگوید هیچ فکر کرده ای شاید پدرت این بار به تو دروغ گفته؟ از سر و صدای آنها فیلیپوس میآید و میگوید همه محله را از خواب پراندید و آنها را به داخل خانه میبرد تا با چای از آنها پذیرایی کند و میگوید از چشمهای شما معلوم است که عاشق هم هستید. مواظب عشقتان باشید و با زبان قلبهایتان را زخمی نکنید. سپس آنها را به اتاقی هدایت میکند تا استراحت کنند. اسما نگران است که آیا نامه به دست هازار رسیده یا نه و با دیدن فیرات گریه کنان به او میگوید دیشب تو گفتی اسلام بیها خانواده ما هستند، ولی من و تو خانواده هم هستیم. دلم میخواهد سر و سامان بگیری و برای خودت زندگی درست کنی. اگر قبول کنی از اینجا بروی. فیرات مادرش را بغل میکند و از اینکه با حرفهای دیشبش او را نگران کرده عذرخواهی میکند. فیلیپوس به میران و ریان میگوید اگر از عشقتان مراقبت نکنید مثل من تنها خواهید بود، پس بهتر است قهر نباشید. بعد از رفتن او میران به ریان میگوید حتی خدا هم میخواهد ما کنار هم باشیم. ریان میگوید چیزی به نام ما وجود ندارد. میران به او نزدیک میشود و به آرامی میگوید دروغ میگویی. توی قلبت میدانی که انداختن پدرت کار من نبوده. من به عشق من ایمان دارم و از ریان میخواهد که کمی بخوابد. سپس هر دو به خواب میروند و ریان نیمه های شب لحاف را از روی میران میکشد و با خود میگوید کاش مطمئن میشدم که کار تو نبوده. کاش قبل از این که این عشق در قلبم خاموش بشود مطمئن میشدم. الیف که عذاب وجدان لحظه راحتش نمیگذارد با آزاد زنگ میزند و با گریه میگوید من به خاطر ریان خیلی ناراحتم، اما روی حرف زدن با او را ندارم. میدانم که میران کاری نکرده و بیگناه است، ولی از ریان خجالت میکشم و گوشی را قطع میکند و آزاد را میان بود باقی میگذارد. زهرا که هنوز دلدل میکند که نامه را به هازار بدهد یا نه از او میپرسد آیا ممکن است غیر از نامه‌ای که تو گم کرده ای دلشاه نامه دیگری هم نوشته باشد؟ هازار میگوید چند نامه با هم رد و بدل کرده بودیم، ولی همه آنها را از خانه دزدیدند. اگر یکی میکردم که من و دلشاه عاشق هم بودیم و من او را نکشتم. زهرا مطمئن میشود که هازار از وجود میران به عنوان پسرش بی اطلاع است، ولی از آن طرف هم معلوم می شود که دزدیدن نامه ها هم کار عزیزه بوده و او قصد دارد وقتی هازار به دست میران کشته شد نامه ها را به میران بدهد تا باعث عذاب بیشتر او شود. در خانه فیلیپوس میران زودتر بیدار می شود و می بیند که سر ریان روی سینه او قرار دارد و دست خودش هم روی شانه ریان است. ریان بیدار می شود و به خاطر آن وضعیت عذرخواهی می کند، ولی میران که میداند او هنوز دوستش دارد میگوید مدت هاست که اینطور با آرامش نخوابیده بودم چون تو کنارم بودی. فیلیپوس آنها را برای صبحانه خوردن دعوت میکند، ولی با صدای ناغافل پدرش برمیگردد. هازار خواب میبیند که محمد اسلام بی با اسلحه سمت او نشانه رفته و دلشاه گریه کنند با هازار التماس میکند که از آنجا برود. هازار از خواب میپرد و پدرش را بالای سرش می‌بیند. نسوح وقتی می‌بیند هازار کم کم گذشته را به خاطر می‌آورد، ترس از دست دادن او تمام وجودش را در بر می‌گیرد. هازار به زهرا می‌گوید
وجدانم راحتم نمیگذارد. خواب دلشاه را دیدم. نباید آن کار را با میران میکردم و به حرف تو گوش میدادم. فیلیپوس از پیش پدرش بر میگردد و این بار با ترشویی به ریان و میران میگوید که فقط حق دارند یک سوال از پدرش بپرسند. میران میگوید خیلی عجیب است. آن مرد مهمان نواز رفت و کاملا عوض شد. آنها به اتاق استاد گابریل میروند. ریان خودش را معرفی میکند و انگشتر را نشان استاد میدهد و گابریل میگوید این کار من است و اول اسمش را روی انگشتر نشان ریان میدهد. میران که میترسد سفارش انگشتر کار هزار باشد از اتاق خارج شده و به ریان میگوید تو هر چرا بگویی من میپذیرم چون به تو اعتماد دارم. ریان به اتاق برمیگردد و استاد گابریل میگوید این انگشتر را محمد اسلان بی سفارش داد.